أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق الله العظيم نمازگزاران عزیز و محترم میهمانان الله جل جلاله سلام و رحمت خداوند بر شما باد در جمعات گذشته خوانده بودیم که الله جل جلاله در فرمان اهل حق و اهل باطل را بیان کرد که کیا اهل حقن که اونها پاداش بزرگ و منصب سترگی به نزد خداوند دارن و کیا اهل باطلن بر راه غلطن بر راه نادرستن که برایشان عذاب علیمی عذاب دردناک است در آخرت و این دنیا دنیای عمل است مزد و پاداش و جزا در دنیای آخرت است هر چی میخواهی انجام بدی وفق آن حتمی برایت پاداش و جزا داده می شود در این آیه کریمه فرمان الله که خواندم الله جل جلاله نو صفت برای اهل حق آنانی که برای راست و صراط المستقیم و رضای خداوند و رضای خالق خود روان هستند این صفت را دارند که اینها کسانی هستند که اول اینکه الذین یوفون بعهد الله اینا کسانی هستند که وفایی میکنن به عهد خداوند عهدی که با خدا بستن عهدی که با رسول الله صلی الله علیه و صحابه وسلم بستن و عهدی که در بین خود انجام میدهند به اونها وفایی میکنن این صفت اوله اهل حقا اهل صراط المستقیم که اونا پایبند به عهد هستن و صفت دیومشان این است که ولا ینقضون المیثاق اینا عهد شکنی نمی کنن چیزی که عهد می کنن وعده می کنند با آن وفایی می کنند کسانی که به عهد خود وفایی می کنند و عهد شکنی نمی کنند اینها اهل حقند و مزد پاداششان به نزد خدا بزرگ است که جنت الفردوس است بلعکس آنان که به عهد وفایی نمی کنند عهد شکنی می کنند عهدی که با خدا بستند در روز الست بربکم در این برابر ما بحث طولانی در جمعات گذشته کردند که همه ارواحای انسانها را خداوند خلق کرد و از اونا عهد گرفت که الست و بربکم آیا ما خدای شما نیستم همگی عهد کردن که تو خدای ماست مسلمان ها برو عهد خود باقی ماندن برو عهد وفایی کردن و کفار
دشمنای اسلام میبینیم که از چکنی کردن بر رای غلط رفتن. نشود که ما من حیث مسلمان صفت کافر و منافق در ما پیدا شدن چی عد شکن باشد. عهدی که با رسول الله کردن، عهدی که در بین خود میکنن مسلمان ها با یک دیگر عهد میکنن، عد شکنی نکنن، به عهد خود وفایی کنن. در اینجا ببینیم فرمایش جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و صحابه وسلم که در برابر عهد شکنی چی می فرماید. و عبدالله ابن عمرو قال قال رسول الله صلی الله علیه و صحابه وسلم اربع من کن فیه کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم می فرمان کی چهار خصلت است. این چهار خصلت در هر کس جمع شد او منافق خالص است. اول از این صفات مهمتر از همه خیانت در امانت است. اذا اوتمن خانه، وقتی که امانت به او سپرده شود در امانت خیانت میکند. همینی که الله جل جلاله هم در اینجا در جای دیگر در فرمان تاکید میکند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ای مسلمان ها، بندگان خدا، خدا شما را امر میکنه که امانت را به اهلش بسپارید. در امانت خیانت نکنیم. امانت اقسام زیادی دارد که در جماعت گذشته خدمت شما عرض کردم. شاخه مهم آن امانت ها مشاغل دولتی است که چوکی‌ها و پست‌های دولتی است که اینها امانت است به کسی که سپرده میشه. اینها حق ملت است، اینها حق مردم است که به یک زعیمی سپرده میشود که او کسی باشه که صلاحیت عزل و نصب داشته باشه. ای خطاب به اون است، یک شاخه ای خطاب به اون است که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، که ای کسی که تو صاحب عزل و نصب هستی خدا تو امر میکنه که این امانت را به اهلش بسپار. این امانت یعنی پست های دولتی، ریاست، مدیریت، امثال اینها، ولایت، قمندانی و غیره، قضا و سرمولی و امثال، این همه پست‌های دولتی و اینا امانت هست. کسانی که صلاحیت عزل و نصب دارد، ای خطاب الله جل جلاله به طرف از متوجه است که خدا تر امر میکنه که امانت را به اهلش بسپار. اینطور نشود که خیشاوندی یا رشوت یا سفارش که امروز در جامعه اسلامی خصوصا در جامعه ما
بسیار رواج دارد که این امانت الهی حق ملت یا به رشوت به کس سپرده می شود یا به خیشاوندی که قوم و خیش و فلان است سپرده می شود یا به سفارش ها که فلانی سفارش کرده که همین قوم هم باید همین پست بزرگ داده شود. حالا ما قضاوت کنیم که همینطور هست یا نی؟ علامه مولانا محمد شفیع رحمت الله علیه در معارف قرآن در تفسیر همین آیه کریمه تشریحات میده. میگه امروز بدبختی هایی که در جامعه اسلامی هست، فساد جامعه و بدبختی که در جامعه پیدا می شود، به همین اساس است که ما تعالیم اسلامی را مراعات نمی کنیم. تعالیم اسلامی چیست؟ که این پست ها را به اهلش بسپاریم. این تقریر مولانا است که وقتی که ما اینا را به اهلش نسپردیم، شیرازه جامعه می پاشد، بدبختی ها و مصیبت های زیادی به وجود میاد. وفق این حدیث بخاری که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند، اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، وقتی که کار به اهلش سپرده نشد منتظر قیامت باشید. چی مانا؟ این سلطان علما تفسیر کرده که وقتی که کار به اهلش سپرده نشد این مصیبتی است، این دردی است که میگه معالجه نداره. این درد هیچ معالجه ای نداره، معالجه همیست که قیامت برپا بشه. چیزی که امروز مصیبت ها و بلاها و اینها از در دیوار بر ما می بارد، آنچی به صاحبان صلاحیت دارانی که منصب می توانند داده و ای امانت ملت به دست از اونا سپرده می شود، مسئولیت دارن به نزد خدا و مردم که کار را به اهلش بسپارن. اگر سپرده نشود همین است که خیانت در امانت میه، فریبکاری میشود، عدشکنی میشود، دروغ گفته میشود، فسق و فجور در جامعه پیدا میشود، شیرازه جامعه از هم گسسته می شود. می بینیم که امروز جامعه اسلامی خود خور ببینیم، افغانستان 5000 سال تاریخ دارد در اسلام، تاریخ بسیار درخشان دارد. در اینجا صحابه کرام آمادند، خصوص در هرات که این شهر اولیاست، اولیاء الله، که اینا واقعا سرچشمه از معرفت نبوت دارند، که مقام ها خیلی ما درست فهمیده نمیتونیم. علاقه خاصی حضرات اولیا با انبیا دارند، که سلسله معارف و تصوف است که رسول الله صلی الله علیه و صحابه وسلم از حضرت جبرئیل گرفته و از حضرت جبرئیل حضرات اولیا گرفتن، از حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرات اولیا گرفتن. این شهر اولیاست، یک شهر مذهبی است. میبینیم که در پهلوی از اینکه سنت های جناب محمد رسول الله داره متروک میشود، انعنات پسندیده ای که ما در بیان جامعه خود داشتیم اونا از بین میرود. احترام به خورد و کلان، احترام به یک دیگر،
که این صفت مسلمان است، صفت انسان کامل است، از جامعه ما رخت بسته. دروغ گفتن به اوج خود رسیده، فقط یک وظیفه گشته دروغ گفتن، افتخار میکنن به دروغ گفتن، افتخار میکنن به عهد شکنی. نی امانت داری است و نیم وفایی به عهد. امروز سخن حق بسیار سخت است و بسیار گران تمام می شود، ولی ما الحمدلله هیچ احدی از مسلمان ها خطاب ندارم، ولی رنگ و بوی جامعه که ما امروز با مشام می رسانیم، رنگ بوی یک جامعه اسلامی واقعی نیست. رشوت به اوج خودست، عهد شکنی به اوج خود است، خیانت در امانت به اوج خودست، و چهار صفتی که صفتهای منافق است، فسق و فجور و لغو و لایعنی به اوج خودست. شما بینیم رسانه هایی که شما داریم، خصوصا این فیسبوک ها، در اینا چه قسم دروغ و توهین است، چه حالت است در اینا؟ مسلمان علیه مسلمان، انعنات ما، انعنات اسلامی ما بود که خرد به کلان احترام داشتیم، جوان به ریش سفید احترام داشتیم، با یکدیگر محبت داشتیم، بزرگان قوم احترام داشتن در بین مردم. امروز این چیزا از بین رفته، هیچ از اینا سراغ نیست که ما و شما به چشم سر مشاهده میکنیم. ما راجع به عهد و عهد شکنی یک خاطره، یک دو خاطره باید بگم. چند روز قبل یک نفر عماد پیش میکی، من همینطور او دیگه در سر منبر ایدو افشاگری خیلی نمی کنم، یک کسی کلاورداری، کلاوردار شما بینید که خیلی زیاد شده، این لنگ بود، همین دو چرخ است چی همین دیشت در من چرخی، من پولکایی داشتم، یک لکی فلانی از من بگرفت و من یک دیکان داد، ان حال او کلاوردار شد چیکار شد، پولای دیگه مردم بگرفته، من چیکار کنم، کجا برم؟ به هر دروازه‌ای که میرم دروازه بروی من بسته، هیچ کس صدای من نمیشنه. در این وقت که همین بیان میکرد، کسی دیگه آماد این همین شکل همین نفر نام گرفت که من دوستی دارم با محکمه هستم، کلاوردار بندی شد، 5 سال بندی شد در یک محکمه، محکمه دیون بود یا سیون بود کجا بود مقصد بگو تو خودی که من یعنی میشم، او یعنی شد به خوب وکیل گرفت، چیکار کرد؟ خودم بجست به خوب وکیل گرفت، اینجا حالا حق صغیر و کبیر و اینا عهد شکنی هایی که در اینجا آل اماده، کلاورداری هایی که اماده، امانت در خیانت، خیانت در امانت که اینجا اماده. من مجبور کرد مرا که به قاضی صاحب تلفن کردن که قاضی صاحب به لحاظ خدا همین آدم کلاوردار پولای همی تو صغیرا و یتیما و بیچاره، از 100 نفر همی تو کلاورداری کرده همی. خب یک مرتبه گفتم تو خوب چشم چیکار، مثلا وقتی دی فیصلر به نفعم کلاوردار کرد، خود شما ببینیم در این جامعه 100 نفر اینجا متضرر میشه، 100 نفر مسلمان. پس آن در گفتم چرا ایده کردی قایس از خدا ده. چی بود؟ همون کلاوردار بزو علاقه داشت، قومی داشت. این حالت حالتی خطرناکی است. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و صحابه سلام می فرمه وقتی که بخلاف قرآن، بخلاف دین در جامعه حکم شد، اون شما منتظر غضب خدا باشه. صدهای دو مسائل وقت ما به تمام است، ما امروز در جامعه خود داریم. بیایم که در این روز جمعه که روز اجابت دعاست، دیگه هیچ برای ما و شما باقی نیست دوستان عزیز، هیچ دروازه‌ای.
بیان که دعا کنیم که ما خدا متحد بسازه، همه ما، دولت مردان ما، ملت ما، مردم ما، چی در داخل چی در خارج، که نابسامانی ها جامعه ما دور شود. چند شب قبل شما در جریان نیم که در شب 29 حمل فیرای خودسرانه می شود. خب شما حالا اینجا قضاوت کنیم، 5 نفر مسلمان هیراتی کشته میشه، 10 نفر بیشتر چیزی که می شنیدم زخمی میشه. که امروز از این شفاخانه با من کاغذی رو کردن که در حق زخمی ها دعا کنیم. یک زخمی وضعی مثل که وخیمه. چرا او برادر؟ چرا این مسلمان ها کشته شود؟ آیا شریعت اسلام گفته که تو جشن بگیر همین دو جشنی؟ که انسان مسلمان بکشی؟ زن و طفل و پیر و جوان رو بکشی؟ اینا چطور نابسامانه؟ اینا اعمال ماست. همه ما در اینجا مسئولیت داریم که یک دیگر را توصیه کنیم، یک دیگر را بفهمانیم که به لحاظ خدا این کارا را نکنیم. اینا خلاف اسلام است، خلاف شریعت است، اینا تجلیل نیست، اینا بدبختی است، مصیبت است، ریختن خون مسلمان چقدر بی ارزش شده، هیچ کسی به قصه ایش نیست. خلاص، بسم الله الله اکبر، 5 نفر مسلمان کشته شد، 4 نفر زخمی، هیچ بیش کسی از کسی پرسان نمیکنه. ای ما چی مسئولیت داریم؟ همیست که ما و شما یک دیگر را توصیه کنیم که به لحاظ خدا در بعضی مراسم و اینا که داریم اینو کارار نکنیم، این به بند باریار انجام ندهیم که اینا به آخرت ما، به حاضرت ما، دنیای ما خراب میشه، آخرت ما خراب میشه. بیایم که دست به دعا بالا کنیم که خدای امروز سید الایام است، سردار روزهاست. به فرمایش صادق المصدوق جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و صحابه وسلم ساعت اجابت دعاست که دعا در اینجا قبول میشه. ما خو از همه چیزا مایوسیم ولی از رحمت تو مایوس نیستیم. تو ما گفتی که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من امید نشوید. بناهن بر ما واجب است که ما از رحمتتو ناامید نشویم و رحمتتو به انتظار باشیم. خدایا تو بر ما رحم کن، این آبسامانی ها از جامعه ما دور بگردن. خدایا وحدتی را در بین مسلمان ها، خصوص مردم مظلوم افغانستان که 40 سال می شود در اینجا خون روان است، 40 سال می شود جنگ است، احالت ناگوار از افغانستان عزیز ما دور بگردان. در افغانستان ما صلح و امنیت بیار، صلحی که به نفع اسلام باشد، صلحی که به نفع مردم افغانستان باشد. ما همه در صلح می خواهیم و ما کان ذلک علی الله بی عزیز، بر تو گران نیست خدای ای، به پیش تو آسان است، تو بر ما عنایت بفرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی رسول و الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستان ما مریضن، التجای دعا کردن، دعا میکنن که خداوند مریضای همه مسلمان ها، خصوصا مریضای کسانی که خواهش کردن شفای عاجل عنایت بفرماید. خداوند مشکلات جامعه ما را حل بسازد، مشکل هر مسلمان را حل بسازد. پیش خدای ما آسان است، خدای ما مشکل گشا است. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.